نرخ بیکاری در ایران به سیر صعودی خود ادامه می دهد. خبرگزاری ایسنا بعد از ظهر روز شنبه بر اساس نتایج طرح آمارگیری فصل بهار سال جاری اعلام کرد نرخ بیکاری جوانان بین سنین 15 تا 24 ساله در میان جمعیت فعال این گروه به 29.6% افزایش یافته است. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان بین سنین 15 تا 24 ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 7.2% افزایش یافته، هرچند بر اساس این گزارش نسبت به فصل قبل 0.8% کاهش یافته است. آمارگیری فصل بهار همچنین نشان دهنده این موضوع است که 41% شاغلان بیش از زمان استاندارد کار می کنند. خبرگزاری مهر نیز بامداد روز شنبه با اشاره به این موضوع که آتش بازار کار در بهار امسال افزایش یافته از تشدید نرخ بیکاری در 26 استان کشور خبر می دهد و اعلام کرده که نرخ بیکاری بهار سال جاری نسبت به بهار 88 3.5% و نسبت به زمستان گذشته 0.5% افزایش یافته است. همزمان سرویس اقتصادی روزنامه ابتکار نوشته است این روزها افزایش تقاضا برای کار، نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار، ورود متولدین دهه 60 به بازار کار و پایین بودن دامنه نظارت و بازرسی از دلایل اصلی گسترش قراردادهایی با عناوین مخدوش، مبهم، سفید امضا و یکسوه است. سرویس جامعه روزنامه جامعه جم نیز روز شنبه با اشاره به این جمله وزیر کار و امور اجتماعی که پیشتر گفته بود اغلب بیکاران حال کار کردن ندارند نوشته است این جمله که کمی توهین‌آمیز به نظر آمد و با واکنش‌هایی از طرف مجلس و مردم همراه شد با وجود آنکه وزارت کار به چاره‌جویی برآمد و قصد و منظور وزیر را توضیح داد اما از بار انتقادات کم نشد زیرا بنوشته این منبع تحلیل وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که بیکاری نه فقط در بی‌حوصلگی که در سیاست‌های ریشه دارد که وزارت کار هم در آن دخیل است. حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار بعد از روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس بزرگترین موانع اشتغال را مربوط به فضای کسب و کار کشور دانست و گفت این شرایط شامل قوانین و مقررات صدور مجوز، قانون کار، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پذیرش ورشکستگی طرح‌های اقتصادی است. همزمان ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر اسبق کار در دولت میرحسین موسوی در گفتگو با روزنامه خبر با اشاره به این نکات که هزینه زندگی دو برابر دستمزد هاست و امنیتی برای سرمایه گذاری وجود ندارد اظهار داشت تا مسائل سیاسی حل نشود موضوع اقتصاد حل نمی شود. به گفته وزیر اسبق کار تا نظم عدالت وجود نداشته باشد امکان ندارد موضوع اشتغال و اقتصاد سر و سامان بگیرد.